عرض شود خدمت شما که ما گفتیم که در هر دوشنبه یک شهر ایران رو ما اینجا خدمت شما بررسی میکنیم. امروز میرویم سراغ همدان. همدان یکی از مهمترین شهرهای ایران است. امروز تاریخی خیلی خیلی مهم است ما وطن خود را بشناسیم. بسیار اهمیت دارد که ما مسافرت کنیم و ایران زمین رو ببینیم و بیامیزیم و با هم سخن بگوییم. یکی از علل گرفتاری ها و بیچارگی های ما در طول تاریخ این بوده است که مردم ایران نمی توانستند با هم بیامیزند. به لحاظ سیاسی و اجتماعی، راه‌ها دور، کویرهای وسیع، کوههای سر به فلک کشیده، کاملا مثلا مازندران را از همه ایران جدا کرده بود و شهرهای دیگر همچنین آسان نبود. باری همدان به خدمتتون اینجا میخوانم. همدان این شهر کهن افسانه‌ای همیشه در طول تاریخ بستری مناسب برای کسب و علم و دانش بوده است. خدمت و آثار به جا مانده در این استان حکایت از بی‌نظیری آن است، به گونه‌ای که در هیچ جای دنیا نمیتوان شگفتی های همدان را دید. تاریخچه شهر همدان: بنای شهر همدان را به دیاکو پادشاه ماد نسبت میدن. شهر همدان به نام های اکباتان، حکمتانه، آنادانا یا همدانا معروف است. شهر همدان در زمان فرمانروای بخت النصر ویران شد و بعدها داریوش بزرگ اون را مرمت کرد. داریوش بزرگ، حالا وقتی نگاه میکنه به تاریخ و این رجال، بعد برمیگرده اوضاع احوال امروز، میبینه یک مش گدای فرومایه میشستن چه حرفایی میزنن. حالا میذارم ببینید این آخون چه میگوید در باب زنان، چه حرفا. جز فرومایگی و رذالت از این قوم بر نخواست و ما چه مردمی بودیم که چند قرن در واقع کار کردیم اینا خوردن دیگه از این حرفا بزنن. بعدن که به حکومت رسیدن این اهریمنان، اون چنگ و دندان خون آلود خود رو به جهان نشون دادن و چه بلایی به روزی ملت آوردن. حالا بماند مردانی مثل داریوش کبیر و کوروش کبیر و مملکت بسازه به دست آخوند. خب در زمان اشکانیان که تیسفون پایتخت کشور بود، همدان پایتخت و اقامتگاه تابستانی شاهان اشکانی شد. بعد از اشکانیان، ساسانیان نیز قصرهای تابستانی خود را در این شهر بنا کردند. خرابه های باروی قلعه اشکانی و فراز تپه مسلا و مجسمه شیر سنگی یکی از دروازه های همدان از آثار این دوره است. در سال 23 هجری بر اثر جنگ نهاوند همدان به تصرف اعراب در آمد. همدان در زمان دیلمیان یعنی 319 لطمات فراوانی دید. در قرن 6 هجری سلجوقیان مرکز خود را از بغداد به این شهر منتقل کردند و مدت 50 سال این شهر پایتخت سلجوقیان بود. پس از حمله مغول این شهر به ویرانی مبدل شد. در زمان صفوی این شهر از نعمت آبادانی بهره‌مند شد. پس از انقلاب صفوی این شهر به تصرف عثمانی درآمد که پس از 6 سال توسط نادرشاه باز پس گرفته شد. شهر همدان به علت قرار گرفتن در مسیر راه‌های اصلی منطقه غرب ایران در قرن‌های اخیر همواره از نظر بازرگانی مورد توجه بوده است. خب مراکز تاریخی و باستانی: کاخ حکمتانه، این کاخ در شهر همدان فعلی و حکمتانه قدیمی قرار دارد و بنا به روایت‌های تاریخی در قرن 8 قبل از میلاد ساخته شده است. بله. عمر قوس. این کاخ در دوران اقتدار نظام سیاسی مادها پس از تشکیل دولت مرکز و تسخیر آشور در سال 614 قبل از میلاد توسط کیاکسار مادی و با همدستی نابو پولاسار به بابلی ساخته شده است. آرامگاه ابن سینا، آرامگاه شیخ الرئیس ابن سینا که لطفاً نشان بدهید آرامگاه ابن سینا رو، فیلسوف و دانشمند و طبیب مشهور ایران. بله بله. در میدانی به نام بوعلی سینا در شهر همدان واقع شده است. آرامگاه بوعلی سینا در سرزمین مساحت 3090 بله متر مربع 3090 متر مربع احداث کردیده و زیربنای اصلی آن 1792 متر مربع است. نمای آرامگاه سنگ خاراست
بابا طاهر یکی از دیدنی های شهر همدان آرامگاه بابا طاهر است. بابا طاهر که حدودا دوار قرن چهارم اوایل قرن پنجمی از شعرا و عرفای بزرگ روزگار خیش بوده است. مساحت کل زیربنا آرامگاه باغ حدود 8965 متر مربع بوده است. مقبره استرم مردخای، این بنا که از سنگ و آجر به سبک بنای اسلامی ساخته شده است، در مرکز همدان قرار دارد. بنا به روایت مشهور این محل آرامگاه استر ملکه شوش و بانوی پادشاه ایران خشایارشاه و مردخای عموی ملکه است. احتمال دارد بنای مقبره استر و استر و مردخای نخستین بار در حدود 11 قرن پیش به دست کلیمیان و به یاد این دو شخصیت ساخته شده. گنبد علویان یکی از مهمترین بناهای تاریخ همدان، بنای چهارضلعی به نام گنبد علویان است که محل آرامگاه دو نفر از اعضای خاندان علویان است و در زمان مغول تزیین و مرمت شده است. این بنا به اواخر دوران سلجوقی مربوط است و داستان زیاد است. من بسیار مفصل فکر کنم تا اینجا قضیه کافی باشد. بله بله، خیلی 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 داستان مفصل است. امیدوارم برگردیم و باز در باب همدان صحبت کنیم. یعنی ابن سینا که عرض کردم، ابن سینا اهل همدان نبود، ابن سینا در تشکیلات خوارزمشاهیان بود. محمود او رو طلب کرد، ابن سینا گریخ با دو نفر از فضلای دیگر و سرانجام دربار دیلمیان رفت در همون اصفهان و وزیر شد. اونجا به زندان افتاد، بازدارش آوردن. شاگردان او عرض کنن که اونجا مطالب رو می نوشتن و در سفر بود که این حکیم بزرگ ما دچار دلدرد شد و در همون همدان در حدود سن 57 سالگی چشم از جهان فرو برد.